سلام به شما. به خبر دستلو و تلونیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. رهبر امارت اسلامی برای اولین بار در انظار عام. مولوی هبت الله خونزاده در مدرسه در کندهار برای اولین بار ظاهر شد. گرشی صاحب مبارک قدمونه دولت من مدرسی کشش و ولسوال طالبان و علما و استادان استقبال وکی. خواستند جمن نابینایان از امارت اسلامی میگویند باید برای زنان نابینا اجازه داده شود تا به کارهایشان برگردند. یک مشکل را که زنای دارای مالیات دارد به واقع مشکل بسیار جدی است که اونا دفترشان فعلا بسته ساختند و اونا باید باز شود دفترشان. جسدهای بیجای قربانیان اصلی جنگ ها هنوز هم شمار از جسدهای نظامیان حکومت پیشین در شفاخانه سردار محمد داوود خان نگهداری می شود. در شفاخانه 400 بستری کابل اینمی فعلا یک کانتینر امی دوپر مرده است. کتاب هم وقتی که اونا در حکومتشان بودن موفق نشدن که وارسینی از یاره پیدا بکنن که اینا از کیست و کی باید تحویل بدن و تا حال امارت اسلامی هم که تلاش کرده ایره پیدا نکنن کی از کیست و کی باید تحویل و افزایش صادرات جلغوزه افغانستان و چین. من بهرام امان هستم. ملا هبت الله خونزاده رهبر امارت اسلامی برای نخستین بار در یک مدرسه دینی در کندهار در انظار عام ظاهر شد و سخنرانی کرد. مسئولان این مدرسه به تلونیوز میگویند که ملا هبت الله پس از نماز شام یک سخنرانی کوتاه داشته. تصویر و یا ویدیوی از جریان سخنرانی او پخش نشده و تنها بخش از سخنرانی او در شبکه‌های اجتماعی نشر شده. معاون دوم رئیس وزرا تاکید دارد که او در این سخنرانی خواهان تامین صلح و ثبات در کشور شده. مدرسه حکیمیه در ناحیه نهم شهر قندهار است. مدرسه ای که گفته می شود شام گذشته میزبان مولوی هبت الله خونزاده رهبر امارت اسلامی بوده است. مسئولان در این مدرسه می گویند او سخنرانی کوتاهی به مردم داشته. پرون در شیخ صاحب مبارک پر رتک بانی طول خوشحال سوله چی در شیخ صاحب مبارک قدمونه دور پر مدرسه که کشش اول سول طالبان و علما و استادان استقبال وکی. کیفیت تو چې ځان نه پوهېدلو اکثریت طالبانو ژړل زموږ حفظانو ژړل استادانو ژړل ډېر خوشحاله وو او دا زموږ دپاره یو غټ افتخار وو. موږ سره د هر شاګرد سره خاص مینه لري او بیا یې ټول د شاګردانو په درجه کې دي. با روی کار آمدن حکومت کنونی که مولوی هبت الله اخوندزاده جایگاه امیرالمومنین را دارد هنوز هم برای مردم چهره مرموز دانسته می شود. معاون دوم رئیس الوزرا هم ظاهر شدن مولوی هبت الله را در برابر مردم تایید می کند و می گوید که او در افغانستان به سر می برد. امیر امارت اسلامی است و در داخل افغانستان موجود است. هر لحظه ای حق از او است که باید به هر فرد از افغان اونا ببینند، با هم تفاهم بکنند و عرض و مشکلات مردم را بشنوند. تصویری از جریان ظاهر شدن رهبر امارت اسلامی در مدرسه حکیمی قندهار پخش نشده، اما بخشی از سخنرانیش در آن مدرسه در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. پیش از این گزارش‌های نشر شده بود که او در انفجار در بلوچستان پاکستان جان باخته است. اونایی که جایزه سرشان است اونا همه در کابل هستند، ولی ما نشنیدیم که مولوی صاحب هبت الله را سرش جایزه باشه. به نظر من این بسیار دلیل شده نمیتونه. ملت افغانستان آرزومند است که نه تنها آوازش بلکه شکلش هم در رسانه ها ببینه و بالاخره اطمینانشان حاصل شد. ملا هبت الله اخوندزاده از سال 2016 میلادی بعد از آن که ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان در یک حمله هواپیمای بدون سرنشین امریکا جان باخت، مسئولیت رهبری امارت اسلامی را به عهده دارد. از آن وقت تا اکنون تنها یک تصویر از او پخش شده است. مسئول انجمن نابینایان افغانستان در بلخ از امارت اسلامی میخواهد تا اجازه دهد که زنان معلول به کارهایشان برگردند. وی میگوید که زنان معلول که مهارت‌های ویژه دارند تا اکنون اجازه نیافتند که به کارهایشان برگردند. در این حال شمار از نابینایان و ناشنوایان در بلخ میگویند که شمار از افراد معلول در ولسوالی‌ها از دسترسی به آموزش محروم هستند. شماری از نابینایان و ناشنوایان
اینجا در سالن نشست‌های آمریت تعلیمات تکنیکی و مسلکی ریاست معارف بلخ گرد آمدند تا از روز جهانی عصای سفید بزرگداشت کنند و مشکلاتشان را با مسئولان شریک سازند. دسترسی نداشتن بیشتر از نابینایان و ناشنوایان با آموزش و نبود امکانات حمل و نقل از بزرگترین چالش‌های آنان است. مشکلات زیاد فراروی آموزش و پرورش شهروندان دارای معلولیت به ویژه نابینایان و ناشنوایان وجود دارد، چرا که فرهنگ زبان اشاره و شیوه نگارش نابینایان یا خط بریل همگانی نشده و حکومت تا حال در این ارتباط کار نکرده. زمینه تعلیمات مسلکی، تحصیلات عالی و کار و فعالیت در جامعه افغانی برای نابینایان باید زمینش مساعد بسازد. یک عضو انجمن نابینایان افغانستان در بلخ میگوید که در این ولایت 55,000 افراد معلول از جمله 18,000 نابینا وجود دارند که برای آنان تنها یک مرکز آموزشی با گنجایش 100 دانش آموز فعالیت دارند که این بسنده نیست. ناشنوایان هم حقوق دارند، ناشنوایان هم مانند سایر اشخاص دیگه نیاز به تحصیل دارند، نیاز به کار دارند، نیاز به زندگی مرفوع دارند. افزون بر این، مسئول انجمن نابینایان افغانستان در بلخ میگوید که شماری از زنانی که در بخش آموزش و دادخواهی افراد معلول مهارت‌های ویژه دارند نزدیک به 2 ماه است که به کارهایشان برنگشتند و ادامه این روند زیان بار است. یک مشکل را که زنای دارای معلولیت دارند به واقعیت مشکل بسیار جدی است که اونا دفترشان فعلا بسته ساختند و اونا باید باز شود دفترشان. مدیر عمومی نظارت تعلیمی و گزارشدهی آمریت تعلیمات تکنیکی و مسلکی ولایت بلخ میپذیرد که به علت نبود امکانات شماره از افراد معلول در ولسوالی ها از آموزش محروم هستند. ولسوالی ها را نتانستم که انتقالشان بتیم و تحت تعلیم تربیه قرار پیدا کنه، بناهن تنها در حومه شهر در هر موقعیتی که بود ما متعلم را از قشر به مکتب انتقال می دادیم و شامل برنامه درسی ما بود، ولی ولسوالی ها فاقیر از این برنامه بود. در این میان سرپرست ریاست معارف بلخ از تلاش ها برای از میان برداشتن این مشکلات سخن می گوید. من از مسئولین وزارت معارف هم می خواهم که مشکل از اینا جدی هست تا که در بخش تعلیم و تربیش وقفه نیاید، چون که مشکل حمل و نقل داره باید به رسیدگی شود. افغانستان در سال 2012 میلادی به میثاق جهانی حقوق افراد معلول پیوست. بر بنیاد این میثاق حکومت ها باید فرصت های آموزشی و شغلی را برای افراد معلول فراهم سازد. زلمه خلیلزاد فرستاده پیشین امریکا برای صلح افغانستان گفته که برخی از شرایط توافقنامه دوحه سوی طالبان عملی نشدند. آقای خلیلزاد در گفتگو با فاکس نیوز می‌افزاید توافقنامه دوحه مشروط بود، اما دولت بایدن به جای برنامه خروج مشروط برنامه خروج مبتنی بر زمانبندی را انتخاب کرد و تاکید دارد که امریکا هنوز کارهای ناتمام در افغانستان دارد. اما طالبان امریکا را به نقض توافقنامه دوحه متهم کرده و میگویند امارت اسلامی متعهد به عملی کردن این توافقنامه است. زلمه خلیلزاد در گفتگوی تازه‌اش با فاکس نیوز میگوید که طالبان بخشی از توافقنامه دوحه را اجرا نکردند و برای عملی کردن کامل این توافقنامه به ویژه ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان نیاز است که بر طالبان فشار وارد شود. ایالات متحده هنوز کارهای ناتمام در افغانستان دارد. توافقی که ما با طالبان کردیم برخی از شرایط آن محقق نشده است. طالبان اینها را اجرا نکردند. ما طالبان را در قبال این توافقات پاسخگو می‌دانیم. باید طالبان را برای مذاکره و رسیدن به توافق بر سر اجرای بخش‌های باقی مانده که با هراس افغانی سر و کار دارند و به خاطر ایجاد یک دولت گسترده تحت فشار قرار دهیم. خلیلزاد تاکید دارد که خروج نیروهای آمریکایی بر بنیاد توافقنامه دو هم مشروط بود، اما جو بایدن به جای خروج مشروط برنامه زمانبندی شده را انتخاب کرد. کدلی است که بعضی عزیزا روس و طالبان رو نمی منلی، خو البته در تخلاد قدرت را له توافقنامه دی ته پات نسوله چی هغه عملی سی به اشرف غنی خپل حکومت پریښه وی ولاړي. تر دو طرف امضا کننده موافقت نامه به همه آنچه که تعهد کرده اند وفا نمایند و یقینا عمل کردن به مفاد توافقنامه دوحه سبب می شود تا افغانستان به سوی ثبات و استقرار سیاسی برود
و وجود یک افغانستان با ثبات و امن نه تنها به خیر افغانستان است بلکه به خیر منطقه و جهان نیز می باشد. طالبان اما همواره آمریکا را به نقض توافقنامه دوحه متهم کرده و گفتند که آنان بر عملی کردن این موافقتنامه پابند هستند. پیمانی که در دوحه امضا شد از طرف ما کاملا عملی شده، 4 چیزی داشت، زیاد چیزی نبود که کسی را سردرگم بسازه. اول از اینکه خاک افغانستان علیه آمریکا و متحدین آنها استفاده نمیشه و شما هم شاهد هستین، دنیا هم شاهد است که هیچ کس از این خاک استفاده نکرده، این عملی شدن است. دومی که نیروهای آمریکا از افغانستان خارج میشن، اگرچه به وقت و موعد خود خارج نشدن، ولی که خارج شدن در کل گام خوب است و عملی شده. موافقتنامه دوحه در ماه هوت سال 1398 میان آمریکا و طالبان امضا شد. توافقنامه ای که بر اساس آن آمریکا نیروهایش را از افغانستان بیرون کرد. رئیس ستاد وزارت دفاع ملی گفته که به دلیل کوتاه آمدن در شناخت خانواده ها یک تعداد جسد های نظامیان حکومت پیشین هنوز هم در شفاخانه سردار محمد داوود خان نگهداری می شوند. قاری فصیح الدین در سخنرانیش در بدخشان می گوید حکومت پیشین و امارت اسلامی تلاش کردند تا خانواده های نظامیان را دریابند، اما تا کنون موفق به این کار نشدند. در اینجا در ولسوالی بهارک ولایت بدخشان، رئیس ستاد وزارت دفاع در گردهمایی اعضای خانواده های قربانیان نبردهای 20 سال اخیر طالبان شرکت کرده است و میگوید که هنوز هم جسدهای برخی از نظامیان حکومت پیشین در شفاخانه سردار محمد داود خان شهر کابل نگهداری می شود. در شفاخانه 420 کابل اینمی فعلا یک کانتینر امی توپر مرده است. که تا به مو وقتی که اونا در حکومتشان بودن موفق نشدن که وارثین از یارا پیدا بکنن که اینا از کیست، به کی باید تحویل بدن، و تا حال امارت اسلامی هم که تلاش کرده ایره پیدا نکرد کی از کیست به کی باید تحویل بدن. از سوی دیگر اعضای خانواده های قربانیان نبرد های 20 سال اخیر طالبان از امارت اسلامی میخواهند که به مشکلاتشان رسیدگی کنند. معاش و بالاخره و دیگر مواد خوردنی و یعنی ضروریات مردم به تمام معنی باید کوشش کنند که آماده بکنند. امارت اسلامی افغانستان در این عرصه کوشش بکنند که بارسه شهدار رسیده بکنند تا که در عرصه تعلیم، تربیه و خورد و خوراکشان، آشای باتشان آمادگی داشته باشند. اسایی هم رئیس ستاد وزارت دفاع می گوید کسانی که در برابر نیروهای آمریکایی جنگیده اند نامهایشان به خط زرین نوشته شده است. ما به این شهدای من که در برابر آمریکایی مستکبر و همپیمانش تا پای جان رزمیدند و عاشقانه جام شهادت را نوشیدند افتخار میکنیم و افتخار خواهیم کرد و نامی از اینها در تاریخ افغانستان با خط زرین نوشته شده و ثبت میگردد. رئیس ستاد وزارت دفاع ملی شهروندان کشور میخواهد تا از بهر داشتن یک حکومت قوی امارت اسلامی را پشتیبانی و حمایت کنند. وزارت صحت عامه گفته که بالای طرح کار میکند که پس از این دارو فروشان و شرکت های تولید دارو را نظارت خواهند کرد. معین وزارت صحت گفته که بزودی برای جلوگیری از خودسری ها در فروشات دارو نرخنامه ها را توزیع خواهند کرد. در این حال شمار از دارو فروشان میگویند که با کمبود دوا رو برو هستند و به همین علت بهای دارو افزایش یافته. پس از گزارش ها درباره بلند رفتن دارو در کشور، وزارت صحت عامه میگوید به زودی نرخنامه های را برای دارو فروشان توزیع خواهد کرد. معین ارزی خدمات این وزارت میگوید که استاندارد سازی سکتور خصوصی و ارزیابی عمومی را در این باره آغاز کرده است. به خاطر کنترل فیس و قیمت ادویه‌جات و مراکز تشخیصی هم ما کوشش کردیم که این حالت را کنترل کنیم و به خاطر این کار ما نخنامه ها را جور میکنیم به همه دکتر صاحبا و شفاخانه های خصوصی دواخانه ها و مراکز تشخیصی را توضیح میکنیم که آنها مطابق همین نخنامه ها باید خود را عیار کنند. از سوی هم باشندگان کشور از افزایش بهای روزافزون دارو در کشور شکایت دارند. ببینه معنات که 300 روپی در سغواری نو په دې ژمی کې موږ د هغه ځای څخه راغلي یو دلته او د یوې خوا کاروبار نشته د بلې خوا دواوې قیمته سوې 15 روزم شم ما یې طرف و طرف سرگردان میگردم به یې 15000 روپیه ما یک ما کار کنیم دو ما کار کنیم 15000 افغانی درآمد نداریم.
مال ایران مندم کی را از کجا کنیم خودم مریض ما اینجا افتاده نه جای است نه خوب است نه بد است دوا نمیای را بسته است دوا قیمت شده دیگه چیزی دوایی که ما مثلا در افغانستان در کشور خود بالخصوص در کابل داریم و روز به روز رو به قیمت شدن است. در همین حال وزارت صحت عامه هشدار می دهد با کسانی برخورد قانونی خواهد شد که به گونه غیر قانونی نرخ های دارو را بلند می برند. اشخاصی که اصول و مقررات وزارت صحت عامه را زیر پا می کنند و خلاف قوانین عمل می کنند انشالله که آنها به زودترین فرصت به ارگان های قضایی و عدلی معرفی خواهد شد. بر بنیاد گزارش ها پیش از این اداره ملی غذا و داروی افغانستان گفته است که بیشترین مقدار داروهای مورد نیاز کشور از طریق قاچاق وارد افغانستان می شود. ادامه خبر ده پس از وقفه کوتاه. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفته که با گشایش دوباره دهلیز هوایی میان افغانستان و چین در حدود 45 تن جلغوزه به این کشور صادر می شود. از سوی هم سخنگوی امارات اسلامی اطمینان می دهد که از قاچاق جلغوزه به بیرون از کشور جلوگیری می کنند. گشایش برنامه جدید دهلیز هوایی میان افغانستان و چین با حضور داشت نمایندگان حکومت، اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری و شماره از بازرگانان امروز افتتاح شد که از این را در حدود 45 تن جلغوزه صادر می شود. انشاءالله نن روز 15 تن جلغوزه تقریبا به هر تصادریجی هر روز به انشاءالله دا لړی دوام ولري او د لړی څخه به د افغانستان د سرمایه گذاری خونه د وزارت محترم تجارت هغه کمیسون چې جوړ دی هغه کمیسون به د جس پر دقت او نظارت کی. امارات اسلامی الحمدلله مصمم است تا تمام اند سهولت ها را و فسیلتی را به تجار محترم به اهل وطن ما و خصوصا به کسایی که در این سرزمین زندگی میکنند الحمدلله تمام در فسیلیتی و تمام در سهولت بیارند. در همین حال سخنگوی امارت اسلامی اطمینان میدهد که آنان از قاچاق جلغوزه به بیرون از کشور جلوگیری میکنند. اسلامی امارت مصمم دست قاچاق جدی مخی نیسی او در پروسیس طریقه هم ستپلوی پکتیا که هم پنور جونه که هم انشاءالله زمینه ورته مساعدیگی. از سوی هم معاون دوم رئیس الوزراء از تکمیل پروژه های تاپی و تاپ نیز اطمینان داده است. با معاون رئیس جمهور ترکمنستان یک مجلسی داشتیم. در اون مجلس هم ما با هم به این فیصله رسیدیم که انشاءالله پروژه تاپی و همچنان پروژه تاپ هر دو به زودترین فرصت انشاءالله عملی می شود. بر بنیاد آمارها بیش از 5 ماه می شد که صادرات جلغوزه به بیرون از کشور صورت نگرفته بود که سبب نگرانی های بازرگانان شده بود. همچنان وقفه. ذبیح الله مجاهد گفته که کابل از رهبران گروه 20 خواسته که برای بر رسمیت شناختن حکومت کنونی گام بردارند و نیز با افغانستان تعامل داشته باشند. از سوی هم جو بایدن رئیس جمهور امریکا و انگلا مرکل نخست وزیر آلمان در حاشیه نشست گروه رهبران گروه 20 درباره ادامه کمک های انسان دوستانه به افغانستان گفتگو کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که در این دیدار بایدن از آلمان از بهر پذیرش افغان هایی که در معرض خطر هستند سپاسگزاری کرده. شمار از کارگران از نبود فرصت کاری شکایت دارند. کسانی که روند زندگیشان تنها با روزمزد محدود شده میگویند از مدت بیکار موندند و حتی زمینه کار روزمزد نیز برایشان فراهم نشده. آنان میگویند که در هر 10 تن برای 1 تن چانس کار روزمره فراهم می شود. اما حکومت افغانستان گفته که تلاش ها برای پیدا کردن زمینه کار برای هزاران تن را آغاز کرده. شمار از شهروندان کشور از متوقف شدن روند برداشتن موانع امنیتی از سطح شهر کابل انتقاد می کنند. این شهروندان از شهرداری کابل می خواهند که روند برداشتن موانع امنیتی که باعث سرگردانی مردم و بندش جاده های پایتخت شده است را دوباره سرگیرند. در این حال مسئولان در شهرداری کابل با رد این گفته ها می گویند که روند برداشتن موانع امنیتی از شهر کابل متوقف نشده و
به شکل جدی جریان دارد که زمانگیر است. تاجیکستان گزارش‌ها درباره ایجاد پایگاه نظامی چین در خاکش را رد کرد. وزارت امور داخلی تاجیکستان گفته است که ایجاد پایگاه نظامی چین در نزدیکی مرز با افغانستان در خاک این کشور در دستور کار آنان نیست. این نهاد اما گفته که در چارچوب توافق بین آنان و وزارت امنیت عمومی چین قرار است تمرین‌های مشترک نظامی دو کشور در ولایت بدخشان تاجیکستان برگزار گردد. ادامه خبر ده پس از درنگ کوتاه. مسئولان شفاخانه حوزه هرات میگویند که در 3 ماه پسین شمار قربانیان ناامنی ها در این ولایت 70% کاهش یافته. بر بنیاد آمارهای این شفاخانه در کمتر از 3 ماه گذشته بیش از 20 تن از غیر نظامیان در حمله دزدان تفنگدار، آدم ربایان و مردان تفنگدار غیر مسئول در هرات جان باختند و بیش از 200 تن دیگر زخم برداشتند. در اخیر هم چند خبر کوتاه از جهان. رهبران ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، جرمنی و فرانسه در اعلامیه مشترک که در حاشیه اجلاس سران 20 اقتصاد بزرگ جهان در روم صادر کردند، با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هشدار دادند که از فرصت استفاده کرده و به توافق‌های هسته‌ای برگردد. این دیدار یک روز پس از اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران در ارتباط با برنامه هواپیماهای بدون سرنشین این کشور و کمتر از یک هفته پس از آن که تهران اعلام کرد که به مذاکرات هسته‌ای در وین باز می‌گردد برگزار شد. مقام‌ها در یمن می‌گویند که در انفجار در نزدیکی فرودگاه عدن در شرق این کشور 12 تن کشته شدند. نوعیت انفجار تا هنوز مشخص نیست و هیچ گروهی نیست تا اکنون مسئولیت این انفجار را به دوش نگرفته است. اما پیش از این گروه القاعده و شورشیان حوثی مسئولیت چنین حملات را پذیرفته‌اند. این در حالی است که هفته گذشته در عملیات ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی 95 شورشی حوثی کشته شدند. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر ده. تا درود دیگر بدرود. شب بر همه شما خوش.